با سلام و درود خدمت همراهان شورای مدیریت گذار، امروز در خدمت بعضی از دوستان جامعه رنگین کمانی و LGBTQ ایران هستیم و در مورد مشکلات و مسائل جامعه LGBTQ میخوایم با همدیگه یک گفتمان دوستانه داشته باشیم. در خدمت امینا ماهر هستیم، فیلمساز و هنرمند کویر. آقای امید ایروانیپور، طراح فضای سبز و کنشگر برابری جنسیتی و حقوق جامعه رنگین کمانی. امیرا زلقدری، کنشگر برابری جنسیتی و حقوق رنگین کمانی ها در ایران. خب دوستان، با توجه به اینکه من خبرنگار نیستم، دلم میخواد یه گفتمان خیلی دوستانه با هم داشته باشیم. من سوالها رو شروع میکنم، ازتون میپرسم، اگر در مورد سوال دوست دیگه ای دوست داشتین نظر بدین، در خدمتتون هستیم. به عنوان افرادی که به جامعه LGBTQ تعلق داریم، میخوام خیلی خلاصه در مورد تبعیض مضاعفی که افراد این جامعه در ایران میبینن با ما صحبت کنید، و با توجه به اینکه در حال حاضر در خارج از ایران زندگی میکنید، چه تفاوتهایی رو متوجه شدین و تجربه کردین؟ اگر خودتون شخصا تجربه دارین از تبعیضی که به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیتون دیدین، ممنون میشم با ما در میان بذارید. من اولین سوالم رو از امینا میپرسم. امینا جان، خوشحال میشم که جواب بدید. من فکر میکنم که انقدر درد عمیق هست و انقدر فاجعه بزرگتر از این حرف هاست که واقعا اگر ما هر کدوممون یک روز بشینیم تبعیض‌های موجود رو لیست بکنیم، چه از جنبه روانشناسانش، چه از جنبه جامعه شناسانش، چه حقوق معمول و توی قانون، چه در هر بعدیش رو بسنجیم، این تمام نخواهد شد. من طبیعتا در ایران در یک جامعه مذهب زده و جنسیت زده، اصلا هویت ما رنگین کمانی ها کاملا انکار میشه، یعنی فاجعه به قدری عمیق هست که ما نمیتونیم، حتی جدای از این که اطلاعات وجود نداره، آموزش وجود نداره، مسائل جنسی در این جامعه مذهب زده باز نمیشه و به اونها پرداخته نمیشه، ما حتی نمیتونیم هویت ما انکار میشه، یعنی تنها دو جور، یک دو جنسیت پذیرفته میشه، زن و مرد، و در واقع گرایشات جنسی دیگه به عنوان لباد، به عنوان در واقع با سنگین ترین مجازات باشون برخورد میشه. از آموزش و پرورش گرفته اصلا این مباحث کاملا انکار میشه، بلکه مغزهای شهروندها در کل در تمامی استانها، شهرها، در تمامی مدارس به صورت سیستماتیک شستشو داده میشه به این نحو که ما اصلا نمیتونیم اطلاعات داشته باشیم و مواجه میشیم با یک سری گرایشات، مواجه میشیم با یک سری در واقع کانفلیکت ها، تضادهای درونی عمیق روانشناسانه با خودمون. جامعه‌ای که تحت کنترل این دیکتاتوری اسلامی نتونسته زیر تیغ سانسورشیپ و زیر تیغ محدودیت‌های سنگین نتونسته این دردها رو باز بکنه، این مسائل رو راحت در یک فضای باز و آزاد به دیسکورس تبدیل بکنه، زوایای مختلفش رو بسنجه، طبیعتاً ستم کشیده و مغزش رو شستشو پیدا کرده. برای همین در ابتدا حتی بعضن در خانواده خودمون هم نمیتونیم این رو مطرح بکنیم. جدای از این، تا شناخت به خودمون فرسنگ ها، یعنی مواجه میشیم با سرکوب درونی، مواجه میشیم با خود تخریبی درونی، مواجه میشیم با پنهانکاری، مواجه میشیم با اینکه انگار کاملا از جامعه دور افتادیم و متفاوتیم، و راههایی که بتونیم هم نوع خودمون رو پیدا بکنیم، با در یک کامیونیتی، در گروهایی وارد بشیم که مثل ما فکر میکنن یا فضا بازتر، اصلا وجود نداره، چون طبیعتا این هویت انکار میشه و مجبور میشن بسیاری از کسانی که هم جنس
ترانسگرا هستن ترانزیشنینگ انجام بدن و کسانی که ترانس هستن یا کویر وومن هستن یا در واقع این دو جنس این نگاه زن و مرد غالب رو قبول ندارن مجبور میشن کامل برن جراحی بکنن و غیره. خب اینا یک سری دردهای کمی هست، اما من به صورت شخصی میتونم بگم از مدرسه، از خانواده، از دانشگاه، حتی چون من سال اول در دانشگاه تهران بودم، در واقع سه ترم در دانشگاه تهران تحصیل کردم. خب اینا سبب میشه که روح ما در موارد متعددی آسیب‌های جدی ببینه و بنیادی‌ترین حقوق خودمون محروم باشیم. من خیلی خلاصه بکنم که وقت دوستان دیگر رو نگیرم، در غرب هم من این رو باید بگم، ما باید صادق باشیم، در غرب هم همچنان تبعیض وجود داره، یعنی داره تلاش‌های صورت می‌گیره و گرفته برای اینکه این حقوق برابر به وجود بیاد، اما به دلیل اینکه جامعه دیگر جنسگرا محور خودش رو به عنوان اورجینال، به عنوان اون چیزی که نرم‌ها باید باشه تثبیت میکنه، در واقع خب اقلیت‌های جنسی هر جای دنیا به هر حال البته قابل قیاس نیست فاجعه‌ای که در ایران در زیر سیستم دیکتاتوری به وجود میاد با این بر، ولی به هر حال اینا تفاوت در اینه که اینجا آزادی بیان هست، احزاب سیاسی فعال هستن، آزادانه میتونن فعالیت بکنن و داره روی اینا کار میشه و کار هم شده و داره دائما دیولپمنت و توسعه به وجود میاد و این حقوق برابر در لایه‌های عمیق‌تر در جامعه شکل میگیره و پذیرفته میشه و در واقع یک تحولی هم جامعه پیدا میکنه. نکته آخرم این رو بگم، من به عنوان آخرین چیز، من فکر می‌کنم این پویایی که الان جامعه کویر داره در ایران به بسیار اهمیت داره که این دیسکورس ها باز بشه، به دلیل اینکه بین L, G, B, T, Q, I و A و پلاس هزاران گرایش جنسی و تمایلات جنسی و متفاوتی دیگه هست. برای همین کسی که الان داره این برنامه رو میبینه اگه خودش رو نمیتونه تو این دسته ها قرار بده، به این معنا نیستش که در واقع کویر نیست، به این معنا نیستش که این سیستم به دردش میخوره، به دلیل اینکه اگه به خودش نگاه کنه، درون خودش رو نگاه کنه، میبینه انقدر نیازمند این فضای باز هست، فضای باز همگانی برای اینکه بتونه این در مسائل مطرح بشه و خودش رو بهتر بشناسه و خودش رو بهتر پیدا بکنه، که در واقع اهمیتی دیگه اینجا نداره که گرایش جنسی چیه و جنسیت چیه. امید جان از شما هم ممنون میشم اگه پاسخ این سوال رو بدین. در مورد تبعیض، خب تو ایران، بله، من تا 23 سالگی تو ایران زندگی کردم و منم مثل بقیه اعضای جامعه کویر یا هر اقلیت دیگه همه این تبعیض‌ها رو درک کردم، ولی اون چیزی که بیشتر روی من تاثیر گذاشت این ویلنایز کردن، نمیدونم چطوری اینو هم ترجمه کنم، دیو انگاریه، یه هیولایی از جامعه LGBT ساخته شده بود توی فرهنگ ما. یه بخشیش پروپاگاندای دولت بود، ولی یه بخش خیلی عظیمیش ممکنه مشکل اینترنت باشه. من فکر کنم یه آمید فریز شدید. معذرت میخوام. من هم مثل همه اقلیت‌های دیگه، همه اعضای LGBT و همه اقلیت‌های دیگه، تبعیض رو توی جامعه ایران درک کردم. من تا 23 سالگی توی ایران زندگی کردم، لیسانسم رو توی ایران تو دانشگاه کاشان گرفتم، توی شهر به شدت مذهبی، دیدم چطور جامعه مذهب زده ایران با اقلیت‌ها برخورد می‌کنه. یک بخشی از این هیولا ساختن از جامعه LGBT پروپاگاندای جامعه حکومت اسلامیه، یک بخشش بخش فرهنگی جامعه ماست. درسته حکومت جمهوری اسلامی مثل تمام حکومیت‌های تمامی خواه دیگه بیسش رو روی مردسالاری گذاشته و هر چیزی که هر نوع رابطه‌ای که خارج از روابط دو قطبی زن و مرد، بین زن و مرد، توی چهارچوب مردسالارانه باشه رو قبول نمی‌کنه. این میتونه LGBT ها باشه، میتونه عاملیت داشتن زنان استریت باشه، حتی میتونه اصلا بحث در مورد مسائل جنسی باشه. همه اینا انقدر تابو شده که من این باعث بود من توی خودم یه ترسی از گرایش خودم داشته باشم، یه هوموفوبیای درونی داشتم که از خودم بدم میومد، اصرار داشتم سرشت خودم رو عوض بکنم و این ترس با من اومد حتی وقتی از ایران خارج شدم، تا یه مدت این ترس همراه من بود. تفاوتی که اینجا و اونجا حس کردم
این بودش که وقتی دیدم اینجا چقدر پذیرفته شده هست تفاوت‌ها و این تبعیض به اون نوع اینجا وجود نداره، تونستم خودم بپذیرم، تونستم بفهمم که مشکل از من پس نبوده، مشکل از جامعه و یک سیستم حکومتی بوده که داشته منو حذف می‌کرده. درسته همونطور که امینا گفت اینجا هم تبعیض وجود داره، اینجا هم داره بابتش جنگیده میشه، اینجا هم تفکرات مردسالارانه‌ای وجود داره که داره مقاومت میکنه در مقابل این تغییرات، ولی خب اصلا قابل قیاس با جامعه ایران نیستش که هنوز اون تفکر به شدت مذهبی و به شدت سنتی که همه چیز غیر از تفکرات خودش رو گناه میدونه و همه چیز رو میخواد سانسور بکنه، حداقل اون تفکر دیگه اینجا وجود نداره. حداقل اینجا من این توانایی رو دارم که هر جور که میخوام خودم رو هویت یابی بکنم و این باعث نشه من از جامعه رانده بشم. ممکنه یه جاهایی سخت‌تر باشه حضورم توی جامعه، ممکنه مجبور باشم به خاطر یک سری چیزا، ممکنه مثلا توی یک بیزینس میتینگ مجبور باشم لباس منتسب به مردان بپوشم، ممکنه باشم مجبور شم کت شلوار بپوشم برم توی اون بیزینس، وگرنه اون مشتری رو از دست میدم. مثلا اگه مثلا برای مثال من کفش پاشنه بلند بپوشم و با آرایش برم تو اون میتینگ، درسته کسی منو بیرون نمیکنه، درسته کسی منو نمیندازه زندان، ولی ممکنه اون بیزینس رو از دست بدم، ممکنه نتونم درآمدمو داشته باشم. میدونی این تبعیض تای ذهن‌ها هنوز هم اینجا وجود داره، درسته که خیلی داره بابتش جنگیده میشه، جنگ میشه، خیلی دارن تلاش میکنن بابتش، ولی هنوز رگه‌هایی ازش اینجا وجود داره. ولی بزرگترین تفاوتی که بین اینجا و ایران من دیدم اینه که حداقل اینجا این توانایی رو دارم که خودم رو بیان بکنم بدون اینکه نگران ضررهای جانی و مالی غیر قابل ضررهایی که اصلا نتونم جبرانشون بکنم غیر قابل جبران باشه. بله، مرسی، ممنون ازت امید جان. امیرا جان خوشحال میشم پاسخ تو هم به این سوال بشنوم. من باید بگم که متاسفانه زادگاه من و زادگاه ما، بسیاری از ما رنگین کمانی ها، جز معدود کشورهایی هست که اعدام یعنی قتل عمد دولتی و شکنجه، شلاق زدن و زندان و تفتیش رابطه جنسی درش به صورت قانونی وجود داره و لواط و مصاحقه که رابطه جنسی دو همجنس هست به صورت قانونی جرمه. در چنین کشوری شاید تمام همجنسگرایان اعدام نشن یا شلاق نخورن، ولی اولا که فرصت در این جامعه به وجود میاد برای آدم‌های رادیکال و تندرو که در زندگی دیگران و در امورات خصوصی دیگران دخالت بکنن، و بعدتر باعث میشه که همجنسگرایان، ترنس ها و کویرها زیر سایه اعدام و شکنجه زندگی بکنن و همیشه براشون سخت باشه که خودشون رو ابراز بکنن یا در جامعه بجنگن برای اون چیزی که باور دارن بهش و برای حقوقی که ازشون گرفته میشه. در چنین جامعه‌ای متاسفانه ما آپارتاید جنسی هم داریم، یعنی اینکه افراد بر اساس زن و مرد جدا میشن از هم. وقتی که شما توی این جامعه بزرگ میشید، تجربه من این هست که عکس شما با شناسنامه، یعنی عکس شناسنامه شما با خود شما شروع میکنه به فرق کردن. شما وقتی که سنت هی بالاتر میره، گرایش جنسی خب متفاوت هست از اون چیزی که پروپاگاندای رژیم به در واقع مردم یاد میده، هویت جنسی، بیان جنسیتی متفاوت هست با اون چیزی که دائما به خودت یاد داده میشه در مدارس، در تلویزیون با پول مردم به مردم یاد داده میشه متفاوت هست. شما با مشکلات جدی روبرو میشی، در واقع حقوق شهروندی که دولت‌ها اونها رو باید فراهم بکنن، مثل حق تحصیل از شما گرفته میشه، شما نمیتونی
متبلند کنی و بری مدرسه. شما نمیتونی صدای زنانه داشته باشی و بری مدرسه‌ای که منتسب هست به پسرها و برای پسرها ساخته شده. و توی این جامعه شما حقوق شهروندی تو از دست میدی، حتی نمیتونی پاسپورت بگیری. خیلی از بچه‌های ما حتی برای فرار از ایران متاسفانه به خاطر این تناقض بین خودشون و مدارکشون نمیتونن پاسپورت بگیرن. و توی خانواده و جامعه هم که فرصت برای سرکوب شما مهیاست. میتونم بگم که برای من به عنوان یک ترانس گی کویر فرقی نمیکنه، در ایران هیچ فضایی وجود نداره. فضای جامعه بسیار سرکوبگر هست، تجاوز اتفاق میفته، خشونت فیزیکی اتفاق میفته، هر کسی به خودش اجازه میده که هر توهینی رو بکنه. توی فضای مجازی ایرانی حتی من با اینکه در خارج از ایران هستم بارها مورد خشونت جنسی قرار گرفتم و میتونم بگم که قانون و جامعه و سیاست سرکوبگر این فرصت رو میده و جای تأسف داره واقعا این اتفاق در ایران که همه ما قربانیش هستیم. الان که راجع به مدارک صحبت کردی، من یه چیزی رو یه داستان یک از دوستانم رو تعریف کنم. من این دوست عزیزم در سن 50 سالگی، من خیلی بهش افتخار میکنم، به هر حال تصمیم گرفت که هویت خودش رو به رسمیت بشناسه و حتی حاضر شد که بره دنبال این که مدارکش رو بگیره و عمل جراحی کنه. من تو اون مدتی که با هم بودیم، ایران بودیم، شاهد خب تمام این عملها و مشکلاتی که دوست من از نظر جسمی میکشید بودم، برای اینکه بتونه اون جسمی که میخواد، اون بدن بیولوژیکی که تو وجودش هست رو داشته باشه. خیلی و این دوست من دو تابعیتی هستش، وقتی کارهاشو انجام داد، همه عملها رو انجام داد، به هر حال میدونی خیلی گسترده هستش رنج عملها، از صورت بگیر کل بدن. این خب سفر کرد که تو ایران میخواست مدارکشو عوض کنه و سفر کرد به ایتالیا برای اینکه بتونه خب اونجا مدارکش رو عوض کنه، چون تابعیت ایتالیایی هم داشت. توی ایتالیا با یک جلسه رفتن به کورت و چند ساعت تونست تمام مدارکش رو عوض کنه، اسمش رو تغییر بده، تمام مدارک رو برگردونه. با اینکه میدونیم خب تمام این به هر حال شهروندی بوده که بعداً ایتالیایی، یعنی پاسپورت ایتالیایی گرفته بود، ولی ایران الان رو نمیدونم دقیق، ولی یک سال حالا بگذاریم که این هر دفعه از کشور میخواست خارج بشه بیاد، فقط چقدر این دردسر داشت. جایی که میخواد توی ایران که دیدین بعد خانوم ها از یک بازرسی رد شن، آقایون از یه بازرسی، این چقدر مشکل داشت فقط برای رد شدن از گیت کردن. و یک سال تموم قاضی با این لج کرده بود، مدارک این رو عوض نمی کرد، یعنی اسامی اسم این دوست من رو تغییر نمی داد و هویت این رو به رسم کسی که عمل کرده، کسی که عمل کرده هویتش رو بهش نمیداد. و این دوست من هر دفعه برای فقط سفر کردن چقدر زجر میکشید، چقدر بعد کاغذ میبرد و اذیت میشد برای اینکه بتونه از ایران خارج بشه و وارد ایران بشه. این یکی از نمونه هاش. من حالا ببخشید من وقتتون رو گرفتم. در مورد امید جان از شما یه سوال داشتم، با توجه به اینکه خب در بعد طبق قوانین جمهوری اسلامی حقوقی برای گرایشات جنسی غیر از گرایشات حالا معمول زن و مرد تعیین نشده و همجنسگرایان رو به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حاضر نیست که به رسمیت بشناسه و براشون حقوقی قائل بشه، همونطور که میبینین سیاستمدارای ما وقتی که در مورد تبعیض به جامعه LGBTQ و همجنسگرایان ازشون سوال میشه، خیلی هاشون به کل اصلا منکر
جمعیتی میشن که تو ایران زندگی میکنن و جزو جامعه LGBTQ هستن، یعنی به کل اینها رو نادیده میگیرن و انکار میکنن. و تعداد دیگه هم مثل وزیر امور خارجه‌مون سعی میکنن که از زیر سوالات فرار کنن و تفره برن و جواب سوال خبرنگارها رو ندن. به نظر شما برای اینکه یک روز به جامعه‌ای برسیم که حقوق تمام افرادش با هر هویت و گرایش جنسی به رسمیت شناخته بشه، آیا این ملزم به گذار از این حکومت و جمهوری اسلامی هست یا نه؟ اول یه توضیح کوچیکی در مورد اون بخش انکار بدم. بله درسته، وجود ما جامعه رنگین کمانی همیشه انکار شده، یعنی اصلا میگفتن اینا اصلا همچین چیزی وجود نداره تو ایران، حالا چه برسه که بخوایم بهشون حق و حقوقی بدیم. کمان که آقای احمدی نژاد با کمال پررویی توی نیویورک اعلام کرد که ما توی ایران اصلا LGBT نداره. ولی فکر میکنم به خاطر فعالیت هایی که به خاطر فعالیت همه کنشگران توی این چند سال اخیر و وجود اینترنت و این هماهنگی همه اعضای این خانواده ایران چه داخل چه خارج از ایران، دیگه الان حکومت به جای رسیده که نمیتونه انکار بکنه. ببینید وقتی تو راهپیمایی 22 بهمن کنار پرچم آمریکا و اسرائیل پرچم شش رنگ هم میذارن که تظاهر کننده ها از روش رد بشن، به نظر من این اولین قدم برای موفقیته. این اولین قدمه که در کنار بقیه دشمن‌های فرضی یک دشمن فرضی دیگه هم الان تو ایران رسوخ کرده به اسم جامعه LGBT. درسته خیلی فاجعه است این طرز فکر، ولی حداقل نشون دهنده اینه که دیگه اون انکار سفت و سختی که نه توی ایران هیچ LGBT وجود نداره دیگه نمیشه انجام داد. شاید دلیل این که کسی مثل آقای ظریف از زیر سوال‌ها در میره میدونه که اینه که جوابی ندارن برای این سوالا، به خاطر اینکه چیزی که نمیتونن انکار بکنن از طرفی هم نمیتونن به وجودش اذعان بکنن، چون به محض اینکه به اون چیزی که ضد پروپاگاندای شما هست اذعان بکنه که این وجود داره، این یعنی اذعان به شکست. و هممون میدونیم که یک سیستم دیکتاتورشیپ هیچ وقت حاضر نیست اذعان به شکست بکنه. در مورد اینکه برای رسیدن به حقوق آیا باید از جمهوری اسلامی گذر بکنیم یا نه، من سوالتون رو میخوام یه ذره کلی‌تر جواب بدم، نه صرفاً برای LGBT. ببین وقتی ما یه سیستم فکری داریم که بر اساس دیکتاتورشیپ تمامیت خواهه، سیستمی که بیسش مذهبیه و مرد سالاران است و هر چیزی، هر نوع طرز فکری، هر چیزی غیر از اون چیزی که توی لیست برنامه های این دولته گناه حساب میشه، جرم محسوب میشه و دولت این حق رو داره که اون کسی که بر اساس این داره مخالفت میکنه با اساس این سیستم حکومتی رو بکشه. این سیستم به نظر من هیچ امیدی به اصلاحش نیست، یعنی اصلا نه فقط برای جامعه LGBT، برای اقلیت ها، برای هر نوع طرز فکری، برای حقوق زنان، برای حقوق مذهبی، آزادی مذهبی افراد، برای آزادی این که افراد مذهب نداشته باشن، برای این آزادی این که افراد بتونن دولتمندان رو انتقاد بکنن ازشون، برای اینکه بتونن آزادانه انتخاب بکنن که کی رأس حکومت باشه، برای تمام اینها به نظر من ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک سیستمی که اسمش مذهبیه، یعنی بر اساس مذهبه، که مذهب توی یک چارچوب خاص انعطاف نداره، سیستم تمامیت خواه باز انعطاف نداره، یک سیستم مردسالاران است که هیچ انعطافی نداره، ما نمیتونیم از این سیستم انتظار داشته باشیم که بیاد گفتمان بکنه یا بخواد تکامل پیدا بکنه به یک چیزی که دموکرات باشه. به نظر من اساس این سیستم، سیستمی که جواب نمیده توی قرن 21 تو هر جای از دنیا. خب امینه جان، همونطور که امید جان اشاره کرد، این سیستم دیکتاتوری قابل انکار نیست، ولی به نکته خوبی اشاره کرد که در حال حاضر پرچم LGBTQ رو هم در کنار دشمنان پرچمش رو میذارن و افراد جامعه رو به خاطر هویت و گرایش جنسیشون دشمن
حالا حکومت یا ایران، اون ایران فرضی که اینا خود یعنی ملت ایران رو میذارن به جای حکومت. من یه سوال داشتم با توجه به اینکه الان از نظر حکومت اقلیت‌های جنسیتی دشمن فرض میشن و خودشون همونطور که امید جان به خوبی اشاره کرد خودشون دیگه نمیتونن انکار کنن، شما نظر در مورد اینکه گروه‌های سیاسی و فعالین کنشگران مستقل و اونهایی که با گروه‌های سیاسی فعالیت میکنن ولی بالاخص گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی، شوراها در زمینه حقوق افراد جامعه LGBTQ چه کاری میتونن انجام بدن، چه قبل از گذار از جمهوری اسلامی و چه برنامه ریزی برای آینده ایران؟ خیلی ممنون هم از امیرا و هم از امید نازنین بابت نکات مهم و خوبی که مطرح کردن و اینکه این بحثا داره میشه. من فکر میکنم ما واقعا هر چقدر از این بحثا و گفتگوها داشته باشیم کمه، به دلیل اینکه انقدر این اطلاعات، انقدر این میدونی گفته نشده، بیان نشده، دیده نشده که واقعا جای درد داره. بریم سراغ قبل از اینکه به سوال تو برگردم شاپرک، در مورد اینکه قبل از گذار و بعد از گذار جمهوری اسلامی در واقع احزاب سیاسی، گروه ها، فعالین سیاسی در واقع مطالبه LGBT ها چی هست از اونها و چه باید کرد، من دوست داشتم چون هر دو همه ما اول از من شروع شد و بعد امیرا و بعد امید درباره این صحبت کردیم، تفاوت ها در غرب و در ایران صحبت کردیم، این رو اشاره بکنم بهش که واقعیت اینه که در ایران در زیر سایه دیکتاتوری ما بارها روحمون دیگه از حسله حق حقوق گذشته، یعنی جدای از اعدام، مجازات، ترس، وحشت، سرکوب، تجاوز، یعنی من فکر میکنم که اصلا در کشتراجه به جایی داریم صحبت میکنیم که بچه ها از 7 سالگی دختر باید مقنعه سرش بکنه بره مدرسه و مدارس دخترونه و پسرونه است. ما داریم راجع به همچین دیکتاتوری صحبت میکنیم، ما راجع به دیکتاتوری داریم صحبت میکنیم که در تمام شهرها و در تمام مناطقش زنها باید حجاب داشته باشن سرشون، یعنی هیچ جای دنیای همچین چیزی رو شما نمیبینید. برای همین دیگه کار از کار گذشته. من فکر میکنم به عنوان کسی که ریپ تجربه کرده و خیلی دردهای متفاوت دیگه ای، این رو بایستی راجبش گفت که ببینید شما این نظام مثل یه ریپیستی میمونه، مثل یک متجاوزی میمونه که اگه ما بخوایم به این فکر بکنیم که حالا چون دشمنی فقط با ما داره، با LGBT داره، پس ما نمیخوایمش، یعنی خودخواهی بزرگ، یعنی این که خب پس دیگران ریپ بکنه و بعد اهمیتی نداره، ما به فکر حقوق خودمون باشیم. یه مسئولیت انسانی هست که دیگه 41 سال تحقیر، فساد، اعدام، شکنجه، تجاوز، زندان تموم بشه. و برای همین این مسئله اول. مسئله دوم در مورد این که ببینید یه بحثی شکل گرفت بعد از اینکه در عربستان مسئله برداشت یه ذره آزادی‌های مدنی به وجود اومد، یه ذره فضا بازتر شد بین فعالین سیاسی و غیره که ممکنه حالا یه سری سیاستمدار گفتن این رو، فعالین گفتن این رو که ممکنه حالا نظام دیکتاتوری بیاد به خاطر اینکه یه ذره رضایت عمومی رو جلب بکنه تو این تحریم‌ها و غیره، مثلا فضای آزادتری بذاره، که اتفاقا اصلا این روش کار نظام دیکتاتوری نیست و همیشه هم برعکسش بوده. ولی حتی من این رو میخوام بگم، حتی فرض محال که همچین اتفاقی بیفته، کویرها و جامعه رنگین کمانی به هیچ وجه نمیتونن سر یک میز با نظام دیکتاتوری بشینن. یعنی مسئله این هستش که ما اصل و اصول و چیزی که با خودمون داریم اینه که با یک دیکتاتوری مذهبی اصلا آبمون نمیتونه توی جوب بره. برای همین پذیرش ما یعنی نابودی این نظام، یعنی این نکته ایه که بایستی بهش آگاه باشیم، به خاطر اینکه واقعا اگر راجع به برابری و آزادی صحبت میکنیم، اگر محافظه‌کاری رو دیگه متوجه شدیم که این سالها که جواب نمیده و فقط قانع نیستیم به یک سری چیزهای کمی، مثل یک کسی که حقوقش رو کامل سالها و سالها خوردن، حالا میگم بیا برو این یه ذره حقتو بگیر، باش خوشحال باش و دیگه فریاد نکش و دادخواهی نکن و حق خواهی نکن، اگه نمیخوایم دیگه اینجوری باشه و میخوایم واقعا راجع به برابری
آزادی حرف بزنیم باید بپذیریم، باید این رو بپرسیم که غیر از یک جامعه دموکراتیک و غیر از گذار کامل از این نظام پوسیده‌ای که مال 1400 سال پیش دیگه برای بشر امروز نیست و فقط تحقیر و شکنجه رو به بار آورده و تخریبی ایران رو، تخریبی نسل‌های یکی پس از دیگری رو، فقط ما با گذار از این نظام میتونیم به اون برابری و به اون دموکراسی برسیم. روزی که در کاندید ریاست جمهوریمون یا هر نظامی که اکثریت انتخاب میکنه که باید دموکراتیک باشه، حالا میخواد نخست وزیری باشه، فدرالی باشه، هر چیزی، من اینا رو نمیدونم، اهمیتی نداره، در اون نظام این حق و حقوق به صورت اساسی و بنیادی گنجانده باشه، گنجانده شده باشه، این حق و حقوق برابر و آزاد. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم. نه خواهش میکنم. نگفتی توقعت از گروه‌های سیاسی چی هستش؟ خلاصه میگم، من فکر میکنم همین صحبت که این از ابتدا این رو گفتم که این اینقدر دیده نشدیم و حتی من از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق کودکان، فعالین حقوق کارگری، کنشگران سیاسی فرق نمیکنه، این رو میخوام، حقوق رنگین کمانی رو به صورت یه چیز دو برابر ببینید. اگه ما راجع به برابری حرف میزنیم، ما 41 سال اصلا کلا انکار شدیم، پس ما الان وقت بیشتری باید برامون صرف بشه که بفهمیم کیم چیم. برای همین این رو یک بخش اساسی از فعالیت خودتون در نظر بگیرید. من دوست داشتم که در مورد صحبت امینا یکم صحبت بکنم، چون من خیلی انتظارات از احزابای سیاسی دارم و امینا به خوبی گفت که ما برای اینکه برابر با سایرین باشیم باید شرایط بیشتر و فرصت‌های بیشتری رو در جامعه آینده ایران داشته باشیم. ببینید، دولت‌ها به صورت در واقع طبیعی برای دو دلیل ساخته میشن، اینکه مردم رو کنترل بکنن که به هم آسیب نرسونن و از نفوذ دشمن خارجی جلوگیری بکنن. اما چیزی که در واقع جامعه سیاسی ایران، حتی اپوزیسیون ایران در واقع من فکر میکنم بهش نگاه میکنه و توی ذهنش داره این هستش که ما قدرت رو میخواییم بیاریم بدیم به یک نفر یا یک حزب که اونها یک در واقع تکگرایی و یک دیکتاتوری دیگه ای رو داشته باشن و مطمئنن این نگاه و این طور نگاه، این چیزی که من بین احزاب سیاسی خارج از کشور صادقانه دیدم، میتونه در آینده به LGBT ها و به جامعه زنان و همه آسیب بزنه. و من فکر میکنم از این که ما از جامعه در واقع جوامع دیگه و آدم های دیگه و کامیونیتی های دیگه بخوایم که حالا بیان ما کمک بکنیم، نه، ما باید وظایف برای اونها تعیین بکنیم و وظیفه در واقع احزاب سیاسی ایران در آینده این هستش که یکی ایکوالیتی داشته باشیم، یکی فریدم برای همه، یعنی یه در واقع برابری وجود داشته باشه و یه آزادی برای همه وجود داشته باشه. حالا آزادی و برابری چجوری تحقق پیدا میکنه؟ یقینا اینطوری تحقق پیدا نمیکنه که وقتی ما به نفعمون هست بیان در مورد حقوق زنان حرف بزنیم، که تریبون بگیریم، که قدرت بگیریم. یقینا اینطوری تحقق پیدا نمیکنه که وقتی که به ما بودجه میدن بیان در مورد LGBT ها صحبت کنیم. برابری و محتوای برابری و آزادی باید تبدیل به یک باور بشه در احزاب سیاسی. من این باور رو صادقانه در هیچ کدوم از احزاب نمیبینم. با توجه به اینکه فعالیت سیاسی کردم سالها، فکر میکنم احزاب ما به شدت مرد سالارم، چه سمت راست بگیریم، سلطنت طلب ها هستن، چه سمت چپ بگیریم، برعکس همه جای دنیا. من میخوام بهتون بگم اولین گروه LGBT که درسته توی سوئد بود و چپ ها علیهش بیانیه دادن. البته الان چپ ها کاملا تغییر کردن، الان سعی میکنن که بچه های LGBT توشون مشارکت خیلی زیادی داشته باشن. سلطنت طلب ها هم خب شاهزاده و در واقع شهربانو صحبت کردن بارها، ولی این صحبت ها خیلی کم هست و اینها انتظارات
من رو به هیچ وجه برآورده نمی کنه و من در مورد احزاب سیاسی صحبت نکردم تو سوال قبل، در مورد گروه های سیاسی صحبت کردم. خب ببینید گروه های سیاسی یا هر کتگوری، ما الان کتگوری هایی که میشنویم اینها هست و چیزی که برای من خیلی مهمه به عنوان یک فعال سیاسی، ببینید ما یک بار توی دام پوپولیزم آقای خمینی و اسلامگرایی که بود افتادیم، رسانه ها هم تبلیغشو میکردن، یک بار دیگه نباید تو دام پوپولیزم بیافتیم. حالا با چیز ملی‌گرایانه میخواد باشه، با چیز حزبیه نمیدونم چپ باشه، آرمان های سوسیالیستی باشه، مسئله اینه که در آینده من به عنوان یک شهروند ایرانی انتظارم و وظیفه خودم میدونم که در آینده ایران بتونم در قدرت به عنوان یک عضو جامعه سهیم باشم. یک دومن در آینده ایران برای برابری باید دولت رفاه وجود داشته باشه. مردم زیادی از این 40 سال ستم آسیب دیدن و دولت رفاه باید کمک بکنه تا این آسیب دیدن مردم، چون خیلی از این آسیب ها اقتصادی بوده و آسیب های اقتصادی و آسیب های اجتماعی سیاسی میاد، باید کمک بکنه که این آسیب ها جبران بشه، همونطور که بعد از جنگ جهانی اینجا در واقع و بعد صنعتی شدن مردم به این فکر افتادن که باید در واقع دولت های رفاه وجود داشته باشن، شرایط بهتر بشه و اینها چیزهایی هست که من پیگیری میکنم. من به عنوان یک جامعه LGBT از گروه های سیاسی انتظار این رو دارم که صادقانه به برابری و آزادی باور داشته باشن، نه برای گرفتن بودجه و نه برای شوآف کردن. چون مثلا من باور دارم که در مورد خیلی از چیزها شوآف میکنم و من مردسالاری جدی رو تو احزاب سیاسی میبینم. مرسی، ممنونم ازت امیرا جان. به مسئله در مورد آینده ایران اشاره کردی. امید جان ازت یه سوال داشتم که در آینده ایران زمانی که از جمهوری اسلامی گذر کنیم، هممون امیدواریم و انتظار داریم که قوانین تغییر کنه و به جای اینکه بر مبنای قوانین اسلامی باشه، بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و آخرین دستاوردهای بشر در مورد حقوق انسان ها و آزادی. میخواستم ببینم که در کنار اینکه حقوق برابر رو افرادی که جزء اقلیت‌های جنسی هستن انتظار دارن، به نظر شما با توجه به اینکه خب در یک کشور غربی زندگی میکنی، چه انتظاری داری از در آینده ایران از حکومت برای قوانین حمایتی از اقلیت‌های جنسیتی؟ همونطور که میبینی و خودت هم اشاره کردی، ما مسئله فرهنگی همچنان داریم در همه جای دنیا، موزل فرهنگی هست در مورد شناخت هویت ها و گرایشات متفاوت انسان ها و همون رنج رنگین کمانی که هزاران رنگ هستن انسان ها، و در ایران این خب به دلیل مسائل سنتی و فرهنگی این تبعیض بیشتر هستش. میخواستم ببینم که چه نظری داری در مورد قوانین حمایتی از اقلیت‌های جنسیتی تا زمانی که ما به یک روزی در دنیا برسیم که مثل من پسر خودم رو مثال میزنم، کودکان وقتی با انسان‌های دیگه آشنا میشن اون چیزی رو که میبینن میگن. پسر من از روز اول به امیرا که امیر حسین صداش میکردم گفت خاله، تازه خیلی هم بچه نبود، پسر 9 ساله بود، صداش کرد خاله، یعنی تو ذهنش دوست مامانش خاله بود. من این رو یا زمانی که از معلمش که من پرسیدم در مورد مسائل تغییر هویت جنسیش، یعنی تغییر که کرده بود، فقط به من گفت من دوستش ندارم، بد اخلاقه. اصلا پسر من ندیده بود، یعنی متوجه نشده بود که معلمی که مرده حالا زنه داره میاد سر کلاس با لباس زنانه. من برای اینکه به روزی برسیم که دنیا به زیبایی نگاه بچه ها باشه در مورد انسان ها، میخوام ببینم که توقع چی هستش. دو
درست میگی. یه دو تا مسئله است که ما باید در کنار هم دیگه بهش نگاه بکنیم. یکی بحث حکومت، سیاست‌ها و سیاست‌گذاریه. یکی بحث فرهنگیه. این دو تا هر جفتشون روی هم دیگه تاثیر میذاره، ولی صرفاً یکیشون نمیتونه اون یکی رو بسازه یا برعکس. این سوال رو اتفاقا من چند روز پیش توی اینستاگرام به صورت نظرسنجی گذاشتم، خیلی از کویرهای ایرانی جواب دادن. اکثریت کسایی که داشتن حرف در این مورد نظر دادن، نظرشون بودش که ما شنیده بشیم، ما حضور داشته باشیم، ما به رسمیت شناخته بشیم. حالا بعضی ها خیلی جزئی تر، من دلم میخواد حق ازدواج داشته باشم، من دلم میخواد حق ادابت فرزند داشته باشم، و یکی میگفت من دلم میخواد هر جور دلم میخواد لباس بپوشم. ولی کلیت اینا اگه میخوام زیر یه چتر بذارم که به نظر شخصی منم خیلی نزدیکه، اینه که اقلیت ها باید دیده بشن، شنیده بشن و به رسمیت شناخته بشن. و حکومت باید حکومتی، اگر یک حکومت دموکرات و آزاد باشه، حکومت میاد کار میکنه روی فرهنگسازی شناخته شدن همه اقلیت ها. ولی ما نمیتونیم تمام بار این مسئولیت رو بذاریم به عهده حکومت، به خاطر اینکه اگر یه حکومتی رو، فکر کنید یه حکومت کاملا دموکرات رو همین امروز بیاییم بذاریم تو ایران، باید حکومت شروع بکنه فرهنگسازی. نه شما باید بپذیرین، نه شما باید فلان کنید. این فرقی با پروپاگاندا سازی نداره، این هیچ کمکی نمیکنه، یعنی این نمیاد بیس فرهنگ مردم رو عوض بکنه. ما تو طول تاریخ همیشه برای تو لحظه‌ای که می‌خواستیم گذار بکنیم به مدرنیته به غرب نگاه کردیم، امروز غرب رو دیدیم، خواستیم اونو سریع اپلای بکنیم. مثل زمانی که تو دوره پهلوی افتاد، از قاجار سنتی خواستیم یهو بشیم فرنگ، ولی نگاه نکردیم ببینیم فرنگ از قرون وسطای مذهبیش چه کارهایی کرده تا این فرهنگ عوض شده تا برسه به جایی که فرهنگ و حکومت در کنار همدیگه مدرن باشن. جامعه LGBT امروز ایران به اروپا و آمریکا نگاه میکنه، حقوق جامعه LGBT اروپا و آمریکا رو میبینه و میخوایم سریع اونو اپلای بکنیم. ما نمیایم نگاه بکنیم که تو 50 سال گذشته حداقل، که بیشتر از یک قرن که داره تو این قضیه کار میشه، ولی اون چیزی که خیلی بارز اتفاق افتاد از قضیه استونبال 51 سال گذشته تا الان، چقدر فعالیت شده، چقدر هزینه داده شده و چقدر مردم خودشون روی فرهنگ کار کردن. و این تغییر جزئی فرهنگ، درست حکومت‌هایی بودن که این انعطافو داشتن که تغییر بدن، این یه فرق خیلی بزرگه. اینی که دارم من میگم با یه حکومت دیکتاتوری انجام نمیشه. حکومت باید یک حکومتی باشه که انعطاف تغییر داشته باشه. ولی تو دهه 60 توی همین آمریکا، توی همین شهر نیویورک، اگر کسی لباس منتسب به یکی از به جنسیتی که بر اساس اندام جنسیش بهش داده شده بود نمیپوشید، دستگیرش میتونستن بکنن. غیر قانونی کویر بودن غیر قانونی بود، پس حکومت بر علیهش بود. ولی این تغییر فرهنگ آروم آروم و این درگیری با حکومت رو مجبور کرد که نه تنها اینو بپذیره، بعد بیاد قوانین حمایتی براش بذاره. حالا الان به جایی رسیدیم که اگر توی این بحث فرهنگی اگر یکی باشه که هوموفوبیک باشه، برای مثال، من حالا میدونم داریم نمده رنج همه LGBT ها حرف میزنیم، من صرفا در مورد هوموسکسوالیته یا همجنسگرایی حرف میزنم، چون خودم همجنسگرایی هستم و میتونم نظر بدم. من اجازه نمیدم به خودم که مثلا در مورد افراد ترنس نظر بدم وقتی خودم رو ترنس نمیدونم. وقتی من به عنوان یک فرد هوموسکسوال توی جامعه هستم، اگر یک کسی که بر اساس عقاید مذهبیش به عنوان مثال هوموسکسوالیته رو قبول نداره، جامعه و حکومت اجازه حضور به اون هم میده. اون شخص هم اجازه داره که عقیده مذهبیشو داشته باشه، اون شخص هم اجازه داره که وجود داشته باشه، ولی اجازه نداره با عقاید مذهبیش برای زندگی من خط مرز تعیین بکنه. به محض اینکه اون بیاد به من بگه چون من اعتقاد دارم هوموسکسوالیته گناه، تو نباید هوموسکسوال باشی، اینجا حکومت این یه سری قوانین گذاشته که میتونه اینجا اینتروین بکنه، میتونه بیاد جلوی اونو بگیره و بگه کاری که تو داری میکنی بر خلاف قوانینه، همونطور که تو اجازه قوانین حمایتی گذاشته، قوانین حمایتی. و من هم نمیتونم برم به اون شخص بگم مذهب همیشه بر علیه هوموسکسوالیته بوده، پس تو حق نداری مذهبی باشی. منم اگر اینو بگم، حکومت میاد به من میگه نه برو بشین سر جات، تو نمیتونی به اون بگی. یعنی میدونی این حمایت، اگر یه حکومت دموکرات باشه، حمایت برای همه گروه ها وجود داره که به همه گروه های اجازه رو بدن که حضور داشته باشن.
بعد میان سراغ بحثی که امینا و امیرا حجابشون در موردش صحبت کردن که به اسم تبعیض مضاعف خیلی دارن. تبعیض مضاعف نیست، یه اسم دیگه است، اسم فارسیش متاسفانه نمیتونم پیدا بکنم، که positive discrimination، تبعیض مثبت، که گروه هایی که همیشه مارجینالایز شدن و مجبورن بیشتر بجنگن تا توی سطح جامعه حضور داشته باشن بهشون یک سری امتیازات داده بشه. اینجاست که باید بیان گروه های آسیب دیده رو پیدا بکنیم، که گروه های LGBT یکی از بزرگترین آسیب ها رو دیدن توی جامعه فعلی ایران، اینا رو پیدا بکنیم و به اینا موقعیت های بیشتری بدیم تا بتونن برابر، تا یک زن ترنس کویر بتونه برابر با یک مرد سیسجندر دیگر جنسگرا توی جامعه حضور داشته باشه. این کاریه که الان بعد از این 51 سال فعالیت من دارم توی همین کشور که دارم توی زندگی میکنم میبینم، که تازه الان به این نتیجه رسیدیم. اینو باید همیشه یادمون باشه که این تغییرات یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. ما داریم در مورد یک فرهنگی که حکومتی که 41 سال با تمام قدرت سعی کرده فرهنگ رو عوض بکنه، یک فرهنگ مذهبی و سنتی که ریشه صدها ساله داره، ما داریم در مورد اینا حرف میزنیم. این یک شبه عوض نمیشه. ما نباید انتظار داشته باشیم که این تغییرات یک شبه اتفاق بیفته. مرسی، ممنونم امید جان. امینا و امیرا، همین باشه، 2 تا 5 دقیقه. من همین سوال رو از امیرا هم میپرسم، با توجه به اینکه الان خب داری در کانادا زندگی میکنی و قوانین حمایتی که برای حمایت از اقلیت‌های جنسی هستش رو میبینی، میخواستم نظر تو رو هم در مورد این مسئله بدونم، که در آینده ایران به جز قوانین برابری خواهانه انتظار چه پایه‌گذاری چه قوانین حمایتی داری از اقلیت. درست. ببینید، توی کانادا دوره‌ای که پلیس به حمام همجنسگرایان حمله می‌کرد و این مسئله غیرقانونی بود، خیلی خیلی ازش نگذشته، ولی کانادا پیشرفت های بسیار زیادی رو داره. و پیشرفت کانادا کجا بوده؟ این بوده که من مهاجر وارد کانادا میشم به عنوان یک ترنس، توی 2 هفته اول میتونم برم سر کار کار کنم، برم مدرسه درس بخونم که پرچم LGBT سر درشه، بعد برم دانشگاه و فرصت ها و گرانت های بیشتری داشته باشم که حتی درس بخونم. و با اینکه خیلی مدت کوتاهی گذشته که از اون قوانین بسیار وحشتناک که همجنسگراها رو دستگیر میکردن، شکنجه میکردن، تا رسیده به این که من مهاجر، منی که حتی هنوز شهروندی کانادا رو ندارم، اینجا میتونم به عنوان یک ترنس فرصت هایی رو داشته باشم که شاید یک مرد سفید پوست کانادایی مثلا شاید تو دانشگاه نداشته باشه. اون فرصت ها رو در واقع خیلی زمان کوتاهی گذشته، ولی کانادا اصلا قابل مقایسه با کشوری که شبیه قرون وسطا داره میشه نیست. یعنی ایران اصلا شبیه به کانادا نیست و نمیتونه باشه، اما میتونه تغییراتی که امید گفت ذره به ذره خیلی سریع اتفاق بیفته، چون ما نباید لزوما تجربه دیگران رو تجربه کنیم. یعنی مثلا اول کم کم همه چی بیاد ازت بشه، میتونیم تغییراتی رو درست بکنیم، تغییراتی رو ایجاد کنیم که این شرایط در واقع زودتر و بهتر و حتی بهتر از اینجا در ایران عملی باشه. ما بسیار کشور ثروتمندی هستیم و من فکر میکنم مردم ما مردمی هستن که علاوه بر تمام تجربیات بدی که در مورد مذهب داشتن، مشارکت سیاسی دارن. 1500 نفر توی خیابون کشته میشه، میان حضور پیدا میکنن، جامعه LGBT سرکوب میشه، بچه ها میان ویدیو میذارن و نمیترسن، واقعا نمیترسن، و خود من اون زمان نمیترسیدم. میان ویدیو میذارن، زنان اعتراض میکنن، با این سرکوب هایی که میشه اصلا اینجا وحشتناکه. اصلا مثلا شما بگی یک زنی رو گرفتن 20 سال زندان در یه LGBT رو گرفتن مثلا شلاق برن میزنن، همه تعجب میکنن، میگن مثلا همچی کشوری مگه میشه. من فکر میکنم مردم ایران که انقدر با این حکومت دیکتاتوری قشنگ دارن دست و پنجه نرم میکنن، شایسته این هستن که
شرایط بهتری رو حتی نسبت به اینجا رقم بزنم. مرسی، ممنونم ازت امیرا جان. امیرا جان نظر تو رو میخواستم بدونم در مورد 5 دقیقه، در مورد نظر تو رو میخواستم بدونم در مورد آینده ایران، چه آینده ای رو در ذهنت داری، در آرزوهات داری و تلاش میکنی برای اینکه به اون آینده برسیم در ایران، از نقطه نظر آزادی، برابری و همچنین به رسمیت شناختن جامعه LGBTQ و حقوقش. خیلی ممنون ازت شاپرک نازنین بابت این برنامه و من میخواستم در پایان برای جمع‌بندی چند تا نکته رو مطرح بکنم و بعد حالا برسیم به آرزوهای من. خیلی آرزوهای من اونقدر اهمیت نداره، اما فرهنگ سازی و در واقع ایجاد گفتمان هایی که میتونه روشنسازی بکنه، روشنگری بکنه، حتی خیلی ساده توضیح سوال مطرح بکنه، چون ما با یه جامعه متاسفانه این جامعه چون زیر ستم دولت ها و رژیم های مختلف دائما آسیب دیده و دائما از حقوقش بی بهره مونده، سبب این بی بهره موندن و این ستم سبب این شده که سوال نپرسه. ما با یک جامعه بیچرا نباید روبرو باشیم. من آرزوم برای آینده اگه بخوای بدونی این هستش که واقعا در مورد چون مسائل جنسی راجبش صحبت نشده و همیشه تابو بوده سوال بپرسیم که آسیب هایی که به ما داره میرسه از این سوال نپرسیدن و از این ایجاد نکردن این گفتمان ها، چه درباره اقلیت های جنسی، چه درباره مفهوم جنسیت، چون من فکر میکنم مفاهیم جنسیت و گرایشات جنسی خیلی شناورتر و متفاوتتر از اون چیزی هستن که تا حالا ما اصلا اونا رو شنیدیم. یعنی ما با امروز در حالا من بچه‌ها درباره غرب توضیح دادن، مثلا امیرا درباره این گفت که شاید به عنوان یک ترانسفورمن یک شانسای بیشتری الان براش قائل شده باشه، اما به هر حال در همین جامعه هم من کاملا قبول دارم حرف امیرا رو، ولی در همین جامعه هم من مثلا حالا در کانادا رو نمیدونم، ولی در برلین من در محله‌ای هست ممکنه برم، ممکنه صد تا فحش بشنوم یا ممکنه همچنان خشونت جنسی تجربه کنم و غیره. برای همین خب این یعنی این اونور اومده جبرانی براش وجود داشته، یعنی یه تبعیض‌های همچنان هست که به هر حال اومدن اینا در نظر گرفتن که خب چطوری میتونن این برابری رو ایجاد بکنن نهایتا. و امیدوارم در حکومت بعدی در آینده ما واقعا شاهد همچین اتفاقاتی 100% باشیم. اما میخوام بگم راهش همونطور که امید هم اشاره کرد به اینکه یک شبه نمیشه این مسیر رو رفت طبیعتا و اینکه ما همیشه خواستیم همون چیزی که در غرب هست رو اپلای بکنیم به جامعه خودمون، من فکر میکنم که واقعا ما نیاز به پرسشگری داریم و نیاز داریم که مسائل اینچنینی رو فعالین ما و کسانی که به هر حال ادعای روشنفکری دارن توی جای مختلف فعالیت دارن، چون خیلی خوب امیرا گفت که واقعا مردسالارانه است، چه سینمای ما، حالا امیرا راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنه، من راجع به فرهنگ و سینمامون صحبت بکنم، این کاملا یک فضای مردسالارانه داره و فرهنگ سازی دقیقا از همین مدیا اتفاق میفته، از همین گفتمان ها اتفاق میفته، از همین دیدن ها شنیده شدن ها اتفاق میفته و از اینکه خشونت در رفتار روزمره ما باید کنار گذاشته بشه بابت اینکه این رو بتونیم این گفتگوها رو ایجاد بکنیم. یعنی اینکه این نگاهی که هست جامعه LGBT فاسده، این نگاهی که سعی میکنه پروپاگاندای حکومتی به وجود بیاره که با از عقاید مذهبی مردم سوء استفاده بکنه، ما اول باید اجازه بدیم که این خشونت از میان ما برداشته بشه، چون له کرده. مردسالاری فقط زنها رو له نکرده، مردسالاری کل ما رو له کرده. برای همین در این جنگ، در این وضعیت همه بازنده هستیم و من فکر میکنم که تغییر اساسی فقط زمان اتفاق میفته که همه هر چیزی که هستیم، با هر گرایشی که هستیم، با هر طرز تفکری که هستیم، همدیگر رو بپذیریم و به گفتگو رو بیاریم و به پرسشگری. این که سوال بپرسیم چرا باید وقتی که این گرایشات مختلف وجود داره باید محروم باشن و ممنوع باشن و این چه آسیب بزرگی به روح و روان جامعه ما زده. ممنونم ازتون بابت این برنامه خوب. امیدوارم که حالا به این مسائل، به مسئله شناور بودن جنسیت، به مسئله ترنس بودن، به مسائل اقلیت‌های جنسی، روش‌های مبارزه و غیره بشه در آینده دوستان دیگه راجبش کار بکنن، صحبت بشه و بررسی بشه. مرسی. من همطور که میدونین این برنامه رو من به نمایندگی از کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار ازتون دعوت کردم که با هم داشته باشیم و
ضرورت به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های جنسی در کنار زنان به حدی برای ما مهم بود که حتی اسم گروه رو ما همون ابتدا تصمیم گرفتیم که فقط گروه زنان شورای مدیریت گذار نذاریم، و چون وقتی که قرار شد این کار گروه، البته قبل از ورود من بوده، تشکیل بشه، به هر حال ضرورت داشته، چون 50% جامعه خب زنان هستن و شورای مدیریت گذار باید چهره زنانه خودش رو هم نشون میداده. ولی از همون ابتدا ما به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم خواستار حقوق برابر باشیم و برابری جنسیتی باشیم اگر نخواهیم با در مورد جامعه LGBT و اقلیت‌های جنسی صحبت کنیم. حقوق زنان با حقوق جامعه LGBT به هم گره خورده. بنابراین ما حتی اسم گروه رو هم تغییر دادیم همون ابتدا و گذاشتیم گروه زنان و برابری جنسیتی. و من از طرف اعضای گروه ازتون خواهش میکنم که در آینده با ما همکاری داشته باشین و که بتونیم بیشتر تعامل داشته باشیم در راه حداقل در حال حاضر در راه فرهنگ سازی، در راه همونطور که امینا جان گفت در راه پرسشگری، و همونطور که امیرا گفت در راه دادخواهی. به امید روزی که بتونیم همه با هم، با همه مردم ایران در کنار هم بتونن بر این حکومت فائق بشن و به هر حال این حکومت سرنگون بشه و یک حکومت دموکرات سکولار با احترام به حقوق تمام انسان ها ما تو ایران داشته باشیم. از همتون ممنونم. اگر صحبتی نداریم ازتون تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از بینندگان عزیز.